سلام بچه چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. آقا اومدیم با آموزش کلر جدید، کلر کلان یا همون دلغک در دد بای دیلایت که یکی از محبوب ترین کلر هاست، چه از لحاظ پرکی چه از لحاظ پاوری که این کلر داره. حالا میریم داخل ویدیو که ببینیم چرا این کلر انقدر پرطرفداره. بریم برای ویدیو. خب قبل شروع ویدیو تشکر بکنم از شما بچه‌ها، اینکه حمایت می‌کنید کانال ما، روند افزایش روشون خیلی خوبه. درباره استریم دد بای دیلایت بچه‌ها، یه مقدار من موقع استریم دد بای دیلایت چون استقبال بچه‌ها رو نمی‌بینم و می‌بینم بچه‌ها بیشتر برای ایپکس یا بازی‌های دیگه حالا منتظرن، برای استریمش ذره کم شده. اگه دوست دارین بیشتر استریم بکنم داخل یوتیوب کامنت بذارین، حداقل من با تعداد کامنت‌ها یا تعداد پیام‌ها داخل اینستاگرام متوجه بشم که چقدر این بازی رو باید براتون استریم بکنم، به خصوص بچه‌ای که تازه ریختین و می‌خواید بازی رو یاد بگیرید. آقا بریم سریع سراغ آموزش کیلر کلاون یا همون دلغک. اول بیاین راجع پاورش خیلی سریع صحبت بکنیم. قدرت و پاوری که کیلر دلغک داره اینه که شما یه دونه قوطی داری، یعنی دو نوع قوطی داری، یه دونه با گاز بنفش و یه دونه با گاز زرد رنگ. کاری که گاز بنفش میکنه چیه؟ شما وقتی گاز بنفش این بطریتون رو پرت میکنی، میتره که یه گاز بنفش ازش پخش میشه. چیکار میکنه؟ سروایور رو اسلو میکنه و دیدشون هم کم میکنه. دیدشو کم میکنه چی؟ یعنی محیط اطرافش زیاد خوب نمیتونه ببینه. میبینه، یعنی میدونه مثلا این ورش پلته، این ورش ویندو، ولی خب ذره سخته براش. بعد چون اسلو میشه، معمولا شما میتونید یک دونه هیت فری رو بهش داشته باشین توی گازتون. حالا یه دونه گاز زرد رنگ داره، یعنی بطری رو میتونید چینج بکنید، سویچ بکنید موقعی که دارین کلرش رو بازی میکنید. و بطری زرد رنگ اینجوری وقتی که میندازینش، اول یک گاز سفید ازش پخش میشه، بعد دو ثانیه اون گاز سفید تبدیل به گاز زرد میشه. وقتی که تبدیل به گاز زرد شد، باعث میشه شما یا سروایورایی که توش باشن موومنت اسپید بگیرن، و اگه سروایورا داخلش برن، یعنی اگه سروایوری قبلا با گاز بنفشتون آلوده شده باشه، اسلو شده باشه، اگه روش گاز زرد بندازین یارو درمان میشه و سرعت هم میگیره. خب میگه خب به چه درد میخوره پس این گاز زرد؟ کلا بنفش استفاده میکنم دیگه. گاز زرد به درد خودتون میخوره. خیلی از دلغکایی که پلیرن گاز بنفش زیر پای در واقع سروایور میندازن، اسلوش میکنن، هیتش میکنن، و وقتی که سروایور به واسطه اون هیت اسپید میگیره و برست میشه، ازشون فاصله میگیره، درجه بطری رو سویچ میکنن، یه ذره جلوتر از خودشون بطری زرد رنگو میندازن که تا بهش برسن بطری تغییر رنگ بده و زرد بشه اون گازش، که وقتی رسیدن اسپید بگیرن، با اون اسپیده میتونن اون فاصله که سروایور ازشون گرفته رو جبران بکنن. بریم سراغ پرکای اصلی که دلغک داره. اولیش پاپ هستش، پاپ گوست ویسل، که محبوب ترین پرک بین تقریبا میشه گفت تمام استریمرهای دد بای دیلایت میشه گفت هست، به خاطر اینکه این پرک وقتی که شما یک جنراتور یا دمیج وارد میکنید، همون اول کار 25% از اون جنراتور رو از کار میندازه. یعنی اگه جنراتور 20% شارژ شده و ریپیر شده باشه، شما لگد بزنی به جنراتور، با این پرک جنراتور کلا صفر میشه، یعنی هیچی. و مثلا اگه 50% شده درست شده کله باشه، باید شما بزنی 25% ازش درجه کم بکنه، خیلی مزد. تو فکر کن این پرک رو با پرکی مثل پرک رون هگ ور میدارن، که این دوتا پرک با هم اصلا چیز سمیه، کلن خیلی جنراتور کنترل شما رو بالا میبره این پرک. و یه کولان مختصری هم داره که حالا اونقدر زیاده شما که کلن قرار نیست بچرخت، من فقط جن خراب بکنی. که پرک بعدش بمبوزال هستش، که بمبوزال آقا اینجوریه که شما از هر ویندوی که والت کنی اون ویندو بلاک میشه، پلت نه، فقط ویندو، و فقط هم اون یه دونه ویندو بلاک میشه اینجوری. یعنی اینجوری شما اگه دوره مثلا یه دونه دو سه تا پنجره دارین دنبال طرف میدوین، اگه از یه پنجره در بیاین اون دو تا پنجره دیگه هنوز بازه. حالا اگه از یه پنجره دیگه باز والت کنید، اونی که قبلا بلاک شده بود اون دوباره باز میشه. خب میگه خب به درد نمیخوره. ببینید این پرکش اونقدر به نظر من به درد نمیخوره، ولی به درد یه سری چیزا مثل چیز داخل شک میخوره، که مثلا یه دونه پلت داره شک. اگه شما بتونید اون پلت شک رو یه جوری با وادار کنید سروایور رو بندازتش، اون پلت رو از کار بنزید بشکنیدش، فقط یه ویندو داره شک، و اون ویندو رو بلاک کنید بنزید اون بالا طرف، طرف اون معمولا میتونی بزنید چون دیگه رای طرف نداره، بعد در بری که خب بهش میرسی با موومنت خودت. پرک بعدی که دلغک داره کالوروفوبیا هستش، که باعث میشه که وقتی که سروایوری تو ترور ریدیوس و در واقع منطقه که شما تپش بهشون میدی قرار میگیره، تا 50% باعث میشه که هیل کردنشون خیلی خیلی پایین بیاد. این کلا ضد در واقع سروایوری هست که پرک هیل دارن مثل کلادت، یا یه سری پرک ها مثل بون که سرعت هیل رو کلا زیاد میکنن، که از این جهت خیلی اوپی هستش پرکاش.
خب خیلی سریع بریم سراغ ادانای خفنش برای پاورش. این ادانش که یکی از بهترین ادانایی که من واقعا عاشقشم، باعث میشه که شما هر موقع که یه باتری میندازی و گاز بنفشتون پخش بشه، اون گاز بنفش باعث میشه که سروایور اکسپوز بشه، یعنی یه ضرب ازتون میخوره. آقا از این بهتر نداریم ادان تو این بازی. میدونی برای چی؟ باتری که تمام ادانه اولترا ری معمولا یه دونه نقطه ضعف دارن، ولی این ادان هیچ نقطه ضعفی نداره و فقط داره بهتون یه دونه نقطه قوت میده که نقطه قوت خیلی خفنی هم است. کیه که این دلغک نرف شه، پس پیشنهاد میکنم حتما بازیش بکنید. این یکی باز میشه که آورای سروایورایی که تو گاز بنفشتون هستن واسه 6 ثانیه داشته باشید. ادان بعدیش باز میشه که شما دو تا باتل اضافه داشته باشین و ماکسیمم گنجایش حمل کردن بطریاتون هم تا دو تا بالاتر میبره. اینا بگم شما وقتی که دارین باتلتون رو پرت میکنی، یعنی ایم که میکنه به یه جور معروف با باتلتون، اسلو میشه دلغک، واسه همین یکی از نقطه ضعف دلغک فقط همینه که شما مجبورین با باتلاتون زیاد کار کنید، که این ادان خوبیه که مثلا من این ادان با این ادان ور میدارم که تعداد باتلام زیاد بشه، تازه اکسپوز هم میکنم. این ادان باعث میشه که وقتی که کلان یا سروایور داخل حالت گزتون قرار میگیرن، هم آورای همدیگه رو همزمان داشته باشید، یعنی هم اونا میبینن هم شما، ولی خب تا فاصله 16 متری این قضیه جواب میده که خب خیلی خوبه واقعا، ولی من زیاد باهاش حال نمیکنم، ترجیحم ادانه خیلی خفن تر بدم چون دیدن سرویور اونقدر به درد نمیخوره. این باعث میشه که تایم دیوریشنی که اون گازتون افکت داره رو سرور یه ثانیه باشه. آها، خصوصیت این ادان شد. درباره این ادانم بگم، آقا وقتی که افکت گازتون تمام بشه، اون سرور نه دیگه استو نه دیگه اکسپوز رو اگه این ادانو بندازین. پس این ادان کمک خوبی میتونه به این ادان اولترا ریلتون هم بکنه. این ادان بازم میاد دیوریشنشو واسه 2 ثانیه افزایش میده که خب بهتره. این میاد چیکار میکنه؟ این میادش که سایز و در واقع گنجایش و بزرگی اون گز زرد رنگتون رو زیادتر میکنه. من زیاد ورش نمیکنم گز زرد رنگ چون خودم زیر استوره نمیکنم. این میاد افکت هینرد میندازه وقتی که گز بنفش میندازی و 5% بیشتر سروایور اسلو میشه. اینجا وقتی شما داری باتلات رو ریلود میکنی، چون موومنت دلغک میاد پایین، این عدد باعث میشه 66% زیاد بشه. خیلی عدد خوبیه. این ادم دقیقا مثل قبلیه که میاد سایز و بزرگی چیزاتون رو در واقع افتر پیس و گس زرد رنگتون رو برای 20% زیاد میکنه. این میاد افکت منگلت میندازه، یعنی کمتر هیل میشن و کلن اسلو میشن. حالا اون اسلو که داره اونقدر تاثیر اسلوش رو شما نمیتونی حس کنی، بیشتر این افکت منگلت که در واقع هیل کردنشون خیلی پایین میاد و کلا تو همه کارشون اختلال ایجاد میکنه به درتون میخوره. این ادان میاد بلایندنس کورشون میکنه واسه 30 ثانیه. مثلا اون سرور یکی مثل کیت دینسون باشه که آورای پلتا و ویندوها رو میبینه، اون پرکشو کلا از کار میندازه وقتی که توی گس شما باشه. خب آقا بقیهشون تقریبا یکی، حالا بذار چند تاشون. این مثلا کولاون انداختن بطریاتون رو 50% کم میکنه، چون با این فاصله میتونی بطری پرت کنی، اینجوری تون تون بتونی مثل حالا تریکستر وسیلات رو پرت کنی. یه دونه دیگه از ادانایی که من یه ذره که خیلی باش حال میکنم اینه، این ادان قهوه ای رنگ میاد چیکار میکنه؟ میاد رنگ باتلاتون رو عوض میکنه. ببینید سروایور میدونن که باتل بنفش اسلو میکنه و باتل زرد بهشون اسپید میده. این ادان میاد برعکسش میکنه. شما باتل زرد میندازی، اون سروایور فکر میکنه که باتل اسلو نمیکنه، میره توش که اسپید بگیره، یهو میگه سورپرایز، اوه خدا بیا درست کن کلا. ولی خب این از این جهت به درد نخوره، چون شما یه بار استفادهش کنی نهایت هر سروایور رو شما یه بار بتونی با این حرکت سورپرایز بکنی، یه بار بگیریش، بار دوم طرف میفهمه خب داری این کارو میکنی. ولی خب حالا من یه بار ورداشم برای فان خیلی بهم چسبیدش. بریم سراغ نکات بازی کردن با دلغک که بهتون بگم مثلا چجوریه بازی کردن با این کیلر. اول اینکه بگم که نکته ای که خیلی درباره بازی کردن با دلغک مهمه، دلغک خیلی خیلی وابسته است به بطریاش. تو حالت عادی میتونه برسه به سروایور، ولی چون پاوری مثل هانترس یا دسلینگر نداره که بخواد سروایوری که ازش فاصله گرفته درجو بگیره، برای همین نیازه که شما تو پرتاب باتلاتون تمرین کنید دقت داشته باشین. دقیقا مثل هانترس و دسلینگر شما
هیچ در واقع هولو یا نشونه ای ندارین که بفهمی باترت کجا فرود میاد. اینو فقط با تمرین کردن میتونی درستش بکنی. و از نکته دیگه ای که میشه درباره بازی کردن با این کیلر گفتش اینه که باید ذهن خونی داشته باشی و نذاری که سروایور والتش رو انجام بده یا فلتر رو بندازه. چرا؟ چون اگه بندازه شما دیگه نه هانترسی نه دستلینگری که طرف بتونی از اون سر بزنیش، یعنی حتی والت هم کرد شما نمیتونی، حتی باتریت هم بهش بخوره دیگه فایده نداره. یکی از بهترین کارهایی که میتونی بکنی این که سعی کنی باتری رو یا جلوی سروایور بندازین که سروایور مجبور بشه مسیرش رو عوض کنه، تو مسیری بره که شما میخواید، که این خیلی قضیه خوبه که اگه بره تو گزتون هم برحال اسلو میشه، شانس اینکه بزنینش هست. و حتی بعد اون میتونید با گزتون فیکش بیارین، بطری رو بیارین بالا پرت نکنید، یارو فکر میکنه شما میخواید پرت کنید، سری مسیر رو عوض میکنه ولی فیکش داری پرت نمیکنی، میری یه هیتش هم میدی. بعضی موقع حتما نیاز نیستش که برسید در کمر سروایوره، به قول مفتر باسن سروایوره بطری رو زیر پاشو ول بدی. آقا جان یارو مثلا داره از دور جنراتور درست می‌کنه، دیدیش از دور بطری رو نگه دار، چون هرچی بیشتر نگه داری فاصله پرتابش بیشتر میشه، بعد از اونجا پرت کن جلوترش، یارو مثلا تا میاره از جنراتور بلند میشه میره تو گزت، در جابش میرسی و هیتش میدی. نکته بعدی این که آقا چون پرک پاپ داره دلغک، اگه اون پرک رو برمی‌دارید حتما دنبال جنراتوری سالم بگنید، اون جنراتوری که بیشتر از همه درست شده رو برین خراب کنید، جنراتوری که کم درست شده پرکتون رو تو کولام میبره و به درد نمیخوره اون وقت. و سعی کنید هر از گاهی گستون رو زیر دو سه تا جنراتوری که نزدیکتون است در حال ریپیر بندازین که سرور حتی برای 10 ثانیه هم که شده یه تاخیر ایجاد بشه که شما فرصت داشته باشید که برسی همه جنرا رو خراب بکنید. نکته بعد این که میگن آقا ما با دلغک که کمپ کنیم راحت تره. ببینید کمپ کردن نه تنها برای دلغک، برای هیچ کیلری، هر کیلری که کمپ کنه شما پاورشو بالا بشه خب قویه، چون سروایور میاد یارشو نجات بده، شما راحت دوباره میتونی فریت بگیری، سروایور که میاد دنبال تو یه جورایی، ولی این کار بهتون رنگ و پوینت نمیده. پس با دلغک این کار نکنید، به خصوص اینکه دلغک چون میگم ابیلیتی خیلی خاصی نداره، اگه مثلا سروایور با پرکای مثل بارو تایم مالا اسپرین برس و دت هارت بیان سراغتون سراغ یاراشون طرفو بیارن پای، شما نمیتونید سروایور رو بزنی و قطع به یقین شما نهایتا بتونی یه نفرتون بازی بکشی. دلغک اونقدر چیزی نیست که بشه باش کمپ کرد، اصلا کمپو که من توصیه نمیکنم، ولی اگه یه درصد قصد این کار به سرتون زن دلغک مناسبش نیست واقعا. و نکته آخر و مهمی که با دلغک باید بدونید اینه که موقعی که داره راه میره یا باتری ریلود میکنه اسلو میشه. شما باید چیکار کنید؟ باید اون موقع ریلودتون رو موقع تایمی بذارید که تقریبا ناامید شدین از رسیدن به اون سروایور، نه که وقتی پشت سروایوری نزدیک طرف یو تصمیم میگیره ریلود کنی. آقا جان بزنش وقتی میتونی بزن طرفو، نذار الکی ازت فاصله بگیره. دلغک چیزی که ضعیفش میکنه اینه که فاصله اش بین سروایور زیاد شه، برای همین اصلا ابیلیتی بشن که بتونه اسلو بکنه. و این بود آقا آموزش دلغک کیلر دد بای دیت، امیدوارم ازش لذت برده باشید. اگر کیلرهای دیگه مد نظرتون که آموزش بذارم بچه‌ها برام تو کامنت ها بنویسین، تعداد درخواست زیاده، من میخوام دوباره بشینم چک بکنم ببینم کدوم کیلر درخواستش بیشتره که اونو تو ویدیوی بعدی براتون بذارم. سروایور گفتین چرا نمیذاری؟ آقا سروایور اونقدر مثل کیلر جذابیت براتون مثل اینکه نداشه، یعنی استقبال اونقدر نشده بود، به خاطر اینکه خب کیلر تو دنبال یکی مینازی پاورش فرق داره، سروایور پرکن بیشتر پرک محورن تا ابیلیتی محور به اون صورت نیستن. ولی اگه خواستین براتون میتونم از جلسه های بعدی سروایورم آموزشش رو بذارم. مرسی که همراه بودین، چنل من لطفا سابسکرایب کنین، در اینستاگرام منو فالو بکنین. تا ویدیوهای بعدی، بای بای.